رئیس هیئت مدیره انجمن شرکت‌های حفاری نفت و گاز ایران اعلام کرده عربستان سعودی در سکوت و بیعملی ایران در حال تخلیه میادین نفت و گاز مشترک است. هدایت الله خادمی با اشاره به میدان‌های مشترک آرش و فروزان با عربستان سعودی گفته به نظر می‌رسد میادین مشترک را به همسایگان واگذار کردیم. برای پرداختن به جزئیات بیشتر گفتگو می‌کنیم با آقای رضا تقی‌زاده، تحلیلگر انرژی که از گلاسکو با ما هستند. آقای تقی‌زاده، آیا قابل پیش‌بینی بود که ایران در قبال تخلیه میدان مشترک نفت و گازش با عربستان سکوت کنه؟ آیا می‌دونید چه دلیلی می‌تونه داشته باشه؟ چون آقای خادمی به ایلنا گفته که عربستان دکل‌های دریایی زیادی در میادین آرش و فروزان مستقر کرده و حتی دستگاه‌های دریایی شرکت آبان رو هم خریداری کرده. جمهوری اسلامی متاسفانه سالهای طولانی است که نسبت به میدانهای نفت و گاز مشترک ایران با همسایه ها به انفعال کشیده شده و علی رغم بیانیه هایی که صادر می کنند، حرف های بزرگ بزرگی که به زبان میارن، در عمل دارایی های ملی ایران رو در اختیار کشورهای همسایه قرار دادن. البته بخشی از این بی‌اعتنایی ناشی از نداشتن توانایی است، نه توانایی مالی دارن و نه جاذبه ایجاد کردن تا شرکت‌های خارجی با اونها بتونن به سرمایه‌گذاری مشترک در این مناطق بپردازن. ایران در خطوط مرزی خودش با عراق 5 میدان، با عربستان سعودی 5 میدان، با کویت 4 میدان و با امارات و قطر هم دارای میدان‌های مشترک نفت و گازه که شاید بیشترین زیان رو از این لحاظ قطری‌ها به ایران وارد می‌کنن و نسبت برداشت اونها از پارس جنوبی که اونها گنبد شمالی بهش اسم دادن بسیار بیشتر از اینه و در عمل جمهوری اسلامی برای خریدن پشتیبانی کشور کوچک مثل قطر چشم به روی غارت منابع ملی ایران در منطقه پارس جنوبی بسته و این دارایی رو قطری‌ها بی‌محابا برداشت می‌کنند و حالا این آفت به جان میدان‌های مشترک با عربستان سعودی هم افتاده و حتی عراقی‌ها هم با داشتن جاذبه بیشتری که عرضه می‌کنند به شرکت‌های نفتی خارجی من جمله شرکت‌های چینی که جمهوری اسلامی مدعی داشتن رابطه راهبردی با اونها هست، اونها رو برای بهره برداری از این مناطق به مناطق مشترک در حقیقت جلب میکنن و دارایی های ایران از این لحاظ از این راه از دست میره. به ناتوانی ایران در جذب سرمایه‌گذاری شرکت‌های تخصصی در خبر اومده که دو غول بزرگ نفتی جهان، شرکت آرامکو عربستان و شرکت فرانسوی توتال، برای ساخت یک مجتمع جدید پتروشیمی در عربستان توافق 11 میلیارد دلاری امضا کردند. هدف از این سرمایه‌گذاری هم عنوان شده که عربستان به جای خامفروشی فرآورده‌های با ارزش قرار تولید کنه و زیرساخت‌های انرژی خودش رو گسترش بده. این سرمایه‌گذاری آقای تقی‌زاده به من بگید چه موقعیتی رو برای آینده ایران در بازار انرژی جهان رقم میزنه؟ ایران همچنان به خامفروشی نفت و گاز مشغوله و به این رضایت میده و از این لحاظ هم ظرفیت‌های صادرات ایران رو به حداقل ممکن رسونده از راه نابود کردن منابع نفت و گاز. ولی واقعا زمانی که ما به دنبال تبدیل کردن مواد نفتی و خامی میمودیم، شاه ایران 45 سال پیش 48 سال پیش اعلام کرد که نفت ماده شریفی است و نباید اون رو به صورت خام فروخت و بزرگترین پتروشیمی منطقه در ایران درست شد به این علت که بتونن مواد شیمیایی رو تولید بکنن و با چند برابر کردن قیمت این دارایی ملی اون رو به بازار بفروشن، عربستان سعودی و بقیه کشورهای منطقه همچنان خام فروشی میکردن. ولی عملا الان عربستان سعودی به بزرگترین تولید کننده مواد پتروشیمی در منطقه تبدیل شده و نه تنها در مورد تولید مواد پتروشیمی گام‌های بزرگی برداشته، سرمایه‌گذاری‌های عظیمی صورت داده، حتی در مورد انرژی‌های تجدیدپذیر هم برای جانشینی نفت اقدامات بزرگی صورت داده، در حالی که ایران به علت فقر اقتصادی و نداشتن جایگاهی در جامعه جهانی قادر حتی به دنبال روی اونها در این زمینه هم نیست و حالا با واگذار کردن یا بی‌اعتنایی کردن به اقدام عربستان سعودی در مورد بهره‌برداری از میادین فرزاد آ و ب
در عمل غارت بخشی دیگه از دارایی‌های ایران رو بهش سهه می‌گذاره و این واقعا اقدام سعودی‌ها اونقدر دردناکه که چند سال پیش اینا حتی با خفت خاری یک چادر نفتی هم به حدود منطقه مثلثی که مربوط به کویت و عربستان و ایران هست فرستادن و سعودی‌ها این رو با زور و با استفاده از نیروی دریایی پس فرستادن. در فرصت دیگه به این موضوع خواهیم پرداخت. وقتمون اندک بود. آقای تغیزاده تحلیلگر انرژی از گلاسکو اسکاتلند با ما، سپاسگزارم دعوت ما رو پذیرفتید. وقت شما بخیر.